طرز تهیه کرم بروله. طرز تهیه کرم بروله فرانسوی رو تقدیم میکنم به نازنین عزیزم. امیدوارم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. به 360 میلی لیتر خامه، 120 میلی لیتر شیر و یک قاشق غذاخوری وانیل نیاز داریم. خامه، شیر و وانیل رو داخل ظرف ریخته و روی حرارت قرار میدیم تا گرم بشه. وقتی اطرافش حباب حباب شد، قبل از جوش اومدن خامه رو از روی حرارت برمیداریم. پنج عدد زرده تخم مرغ رو درون کاسه بزرگ می‌ریزیم و مقدار 105 گرم شکر یا یک پیمانه اندازه‌گیری شکر رو بهش اضافه می‌کنیم. با همزن دستی مواد رو می‌زنیم تا کاملاً با هم ترکیب بشن و اثری از زرده تخم مرغ و شکر باقی نمونه. سپس مایه داغ کرم رو به دفعات و به آرامی به مخلوط تخم مرغ و شکر اضافه می کنیم و مرتب هم می زنیم تا مواد در هم حل بشن. سپس از یک صافی ریز آنها رو رد می کنیم تا اگر ذراتی از تخم مرغ درون محلول باشه وارد کرم نشه. بهتره که مواد کرم بروله رو داخل یک پارچه کوچیک بریزیم تا راحت تر بشه اونا رو داخل قالب ها بریزیم. برای پخت این دسر از رمیکن استفاده میشه، ولی شما میتونید از هر ظرف سرامیکی و یا ظرفی که تحمل دمای فر رو داشته باشه استفاده کنید. کرم رو داخل قالب ها میریزیم. قالب ها رو داخل ظرف عمقداری قرار میدیم و آب جوش رو داخل ظرف میریزیم. حواسمون باشه که آب روی کرم های داخل ظرف نریزه. با توجه به سایز قالبی که انتخاب میکنیم زمان پخت کرم متفاوت هست. عمق قالب من 3 سانته که به مدت 40 دقیقه زمان برای پخت نیاز دارم. کرم بروله وقتی پخته که در اطراف قالب کرم سفت شده، ولی وقتی اون رو تکون میدیم در وسطش حالت ژله‌ای داشته باشه. نباید کرم رو بیش از حد بپزیم که سفت سفت بشه و نباید هم وقتی میخوایم اونا رو از فر خارج کنیم آبکی باشه. حالا اونها رو به مدت 3 ساعت در یخچال قرار میدیم تا کاملا خنک بشن. حالا نوبت کاراملایز کردن شکر روی کاستارد هاست. یک قاشق مرباخوری شکر رو درون صافی ریختم تا با صافی به طور مساوی و یکسان روی سطح کاستارد ها شکر بپاشم، چون معمولا با قاشق شکرها یک دست ریخته نمیشن. بعد با بلوتورچ یا مشعل آشپزی شروع به سرخ کردن شکرهای روی سطح کاستارد ها کردم. به طور کلی برای ایجاد یک لایه کاراملی خوشرنگ و شکننده روی کرم بروله از مشعل آشپزخونه یا همون بلوتورچ استفاده میکنن که میشه اون رو از لوازم قنادی ها تهیه کرد. اما این وسیله رو اگر ندارین و نمیخوایم برای خریدنش هزینه کنیم، بهتره حرارت بالای فر رو روشن کنیم، قالب ها رو تو سینی فر بچینیم و به مدت 5 الی 10 دقیقه در بالاترین طبقه فر قرار بدیم. شکرهای روی کرم باید کاملا کاراملی و مذاب بشن، در حالی که خود کرم نباید در اثر حرارت آب بشه. پس حواسمون باشه که کرم رو به موقع از فر خارج کنیم.
بیشتر لذت خوردن این دسر به ضرب زدن و شکستن لایه کاراملی روش هست. امیدوارم این دسر خوشمزه رو درست کنید و از خوردنش در کنار دوستان، خانواده و آشنایان لذت ببرید. تا ویدیوی بعد، روز و روزگار خوشی براتون آرزو میکنم. ویدیوی آینده رو تقدیم میکنم به فرشته نازنینم با دستوری متفاوت از عدس پلو.